مهمان داریم، چه مهمانی، چه بازیگر فوق‌العاده‌ای، جوان، خوش‌آتیه، خوش‌تیپ، موفق و محبوب، مهرداد صدیقیان. خوش آمدیم. خیلی خوش آمدین. اگر که با اجازه حرفی هست بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم در جمعتون هستم و خیلی خوشحال که روبروی شما نشستم. متشکرم. چون من از طرفدارای پروفاورس شما. قربون شما. خیلی ممنونم. مرسی که آمدین. خواهش. دعوت ما رو پذیرفتین. همینجوری به رشدت ادامه می‌خوای بدی؟ از فهم کنم سن 22 سالگی دیگه قدم بلندتر نشده. نه، ولی هر کی دیر به دیر منو می‌بینه به نظرش میاد. نمی‌دونم بچه‌ها لاغرتر شدی. لاغر شدم، بله. بله. من یه پسرعمویی داشتم، این داستان جدیه. و خیلی قدش بلند بود. خیلی. و دکتر گفت که اگر بلندتر از این بشه خطرناکه. نه واقعا گفته بود بهش. من یه دکتر، یعنی خون رسانی قلب مغز مشکل میرسه و گفته بود یه فکری براش بکنید به خانواده عمومینا. آره. و خیلی به سلامت و تغذیه و اینها یکم برامون بگو میرسی. بله، خیلی حواسم هست که چه غذایی بخورم، ورزش بکنم، شب زود بخوابم. همینا به خاطر بازیگری یا سلامت؟ فکر میکنم که به خاطر سلامت در درجه اول. که خب حالا بازیگری هم لازمش سلامت بدن هست دیگه، یعنی مکمل هم دیگه است دیگه. ولی عاشق پیتزایی؟ بله. پیتزا میخوری؟ بله. از کجا میدونی؟ از کجا میدونم؟ بله. روزی 300 تا پیتزا میخوره. چی از کجا میدونم؟ بله، خیلی دوست دارم. بهترین پیتزا فروشی ها رو بلده کی الان پپرونیش خوبه، کی الان گوشت و قارچش بد شده، حالا بریم اون یکی. همه رو میدونه. بله، خیلی پیتزا. خب پیتزا که خیلی نابود کننده سلامته. بله، تنها در واقع چیزی که همه چی میریزه به هم، آره، همینه دیگه. یعنی خب هر کاری میکنم اون خرابش میکنه. انشالله یه روز ترک کنی. بله، یه روز ترک کنی، بخوابی ترک کنی. راجبه ورود به این حرفه برامون بگو. بله، من از بچگی تئاتر بازی میکردم، تئاترای مدرسه‌ای و غیر حرفه‌ای، و همیشه روزنامه و مجله سینمایی میگرفتم میخوندم، خیلی علاقه داشتم. با اینکه مثلا تو خانواده ما هیچ کس اصلا ربطی به سینما نداره، شغلش و حتی علاقش، من این وسط خیلی دوست داشتم دیگه. تا اینکه توی یکی از این روزنامه ها من تست بازیگری دیدم و زنگ زدم، وقت گرفتم، رفتم تست بازیگری دادم. اونجا اولین تستی بود که میدادم. همونجا که تست دادم، یکی از کسایی که تو اون دفتر بود گفت دو تا کوچه بالاتر هم دارن یه تست بازیگری دیگه برای یه پروژه سینمایی میگیرن. این موضوع مال چه سالیه؟ 84. 84. خب بله. بعد من از اونجا اومدم بیرون، رفتم اون یکی رو هم تست دادم و فرداش زنگ زدن جفت پروژه ها، گفتن قبوله برای یکی از نقش اصلی. یعنی من توی مرحله اولی قدم سینمایی میتونستم انتخاب کنم که رفتم. آره، خیلی خدا رو شکر، فکر کنم که خیلی. و همین شد اتوبوس شب؟ نه، عصر جمعه. منو زندی. آه، خانم زندی. بله بله, بله. بله. که تهیه کننده هم آقای جهانگیر کوثری بودن. من بله. رفتم سر بله. اون فیلم. و بعدیش اتوبوس شب بود. اتوبوس شب دومیش بود. بله. مرحوم شکیبایی و بله. اینها. خیلی هم اون تو فوق‌العاده بودین. لطف دارین. خیلی خوب بودین. بله. و بعد از اینکه شناخته شدین چجوری این سرعت زیاد شد و پیشنهاد زیاد شد؟ من بله بعد از اتوبوس شب خب پیشنهاد زیاد داشتم، اما افتاد توی دوره‌ای که داشتم از نوجوان به جوان تبدیل می‌شدم و اون بدترین سنه برای بازیگری دیگه. داره. چون هی داره همه چی تغییر می‌کنه و مثلا من از یه سال مثلا به سال بعد انقدر تغییر میکردم که اگه کسی منو یک سال ندیده بود شاید نمیشناخت. درست. من اول دبیرستان میز جلو میشستم تو مدرسه، سوم دبیرستان میز ته میشستم. یعنی انقدر روند رشدم سریع بود، یا قدم بلند شد و تغییرات کردم و اینا. دانشگاه رفتی؟ دانشگاه دو جلسه. نه، میخوام بگم اگه همینجوری تی میکردی باید بیرون دانشگاه میشستی. خب
خب؟ آره دیگه تحصیل ادامه ندادم که قدم به خاطر همین قد موضوع قد آره. خب و ژانر اکشن شنیدم خیلی دوست داری. بله خیلی خیلی اکشن دوست دارم، فیلم های اکشن خیلی دوست دارم ببینم و اگه پیش بیاد بازی کنم. کارهایی که کردی سینما، سریال، تئاتر نبوده نه؟ تئاتر یه دونه یه دونه بود. کارهایی که کردی خیلی خوبن و قابل دفاعن، یعنی کارنامه خوبیه با اینکه تعداد زیاد نیست اما کارنامه بسیار خوبیه. این وسواس خیلی آگاهانه است یا شانس خیلی درش دخیل بوده یا تو انتخاب خیلی سختگیر بودی؟ من در انتخاب کردن خیلی سختگیر و وسواسی هم، یعنی آگاهانه سعی میکنم که توی فیلم‌های خوب باشم که البته اشتباه هم داشتم. یعنی کاری کردی که پشیمانی؟ کاری کردم که بله بله. میشه بگی؟ نه؟ نه فکر کنم ناراحت میشن. نه کارگردان نمیدونم اینا. نمیدونم. آره. خب بده لابد دیگه. آخه حالا تو جمع نگم کارشون بده بهتره. یواش به من بگو. بعدن چشم. خب و خدمتتون عرض کنم که اشتباه هم داشتم ولی به قول شما آگاهانه بوده، یعنی سعی کردم که کاری بکنم که بعداً بتونم بهش رجوع کنم، خوشحال باشم، سرم بلند باشه. همه میگن راجبت که خیلی باهوشی. لطف دارن. نه حالا از فروتنی گذشته واقعاً آی‌کیو بسیار خوبی داری؟ اگه داری آره بگو. فکر میکنم بله. مثلا اتفاقاً پریشب پدرم توی این صفحه های مجازی چیز تست هوش، یه صفحه کانال تست هوش پیدا کرده بودن. هی هر کدوم نمیتونستن حل کنن میمدن پیش من براشون حل میکردم. خیلی خوب. آه. تو اگر تونستی جدول حقوق و یعنی دریافتی یک فرهنگی رو با مخارج این رو در یک ماه تقسیم کنی؟ انقدر باهوش نیستم. آره. و نقشای سخت زیاد بازی میکنید، خودت دوست داری؟ بله من دوست دارم که متفاوت باشه نقشام، یعنی اگه معمولا سعی میکنم که اگه یه کاراکتری بهم پیشنهاد شد که خودم رو یاد یه کاراکتر قبلی که بازی کردم مینداخت قبولش نکنم. و سریال بیشتر بوده یا سینما؟ سینما. سینما بیشتر بوده. بله. کدوم رو بیشتر دوست داشتی از کارهایی که کردی در سینما؟ در سینما من فیلم اتوبوس شب و هنوز که هنوزه بیشتر از همه کارام دوست دارم، به خاطر اینکه یه جهانی داشت برام که یعنی اون موقع خودم یه حس و حالی داشتم تو فیلم که هنوز تجربهش نکردم بعد از اون فیلم. یعنی خیلی حالم خوب بود، بعد سنم کم بود، همه چی رو آدم وقتی سنش کمه در اشل بزرگتر میبینه. خیلی برام همه چی اعجاب انگیز بود و به همکاری با مرحوم شکیبایی بله که به نظرم یه بهترین تجربه بازیگری من بوده به عنوان آره. پارتنر بازیگر بی نظیر بودن. آره شکیبایی فوق‌العاده بود روحش شد. الان چند ساله ای؟ 28. 28 یعنی میشه متولد 67. چه ماهی؟ 30 بهمن. بهمنی ها چه خصوصیاتی دارن؟ بهمنی ها بارزترین خصوصیتشون رفیق بازیه. اینجا بهمنی داریم؟ خب پس باید تایید کنید که درست میگن یعنی رفیق بازن. بله خیلی دوست دارم شکل تایم مثبتش یعنی بله بله دوست دارم زمان زیادی رو با دوستاشون بگذرونم. اساسا یه ذره من احساس میکنم مودی هم هستن، حالا نمیدونم کلمه درستی مودی آره یه مقداری منم هستم دیگه. چی؟ یه روزای صبح میشم خیلی حالم خوبه، یه روزای صبح میشم حالم خیلی خوب نیست دیگه. چی؟ و دلیل خاصی هم نه دیگه. چیز خاصی مودی هم نه مودی نیست. و قبلی چی بود گفتین؟ رفیق باز. رفیق بازم؟ رفیق بازم. خب اینو همه تایید کرد. خب شاید مودی من مودیم. آره مودی شخصی. عاشق شدی؟ من که خب عشق اول آخرم مادرمه و خیلی هم خوشحال شد که من داشتم میومدم برنامه شما. عشق اول آخر هممونه.
مادر. خب پس بس بسته شد. نه 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 الان عاشقی؟ خیر. بله خیر. بله خیر. لباس برات خیلی مهمه؟ بله، لباس پوشیدن خیلی اهمیت میدمش. و به نظرم یه جور احترام گذاشتنه به بله. بقیه. بله. که بله. در یک مثلا در تیپ چشم نوازی ببینن آدمو. بله. چیزی هست که بخوای خودت بگی من نپرسیده باشم راجع به کارمون، حرفمون، ارتباطات در سینما، مافیا داریم؟ من آقای مدیری چیزی که بخوام بگم، من حالا توی هر زمینه‌ای سعی میکنم که کارامو به بهترین نحو انجام بدم و اگه حالا کاری خوب شه آدم بهش مفتخره، اگه نه بالعکس. ولی یه چیزی که در مورد کاراکتر خودم خیلی همیشه بهش افتخار کردم اینه که روی پای خودم ایستادم و هرگز کاری نکردم که بابت ارتباطاتم مثلا در سینما بخوام کار بگیرم و این موضوع خیلی افتخار میکنم و هیچ کارگردان و تهیه کننده‌ای رو تا حالا خونم دعوت نکردم، نه اینکه دوست نداشته باشم، برای اینکه یه وقت برداشت دیگه ای نشه و از این بابت خیلی خوشحالم و به خودم افتخار میکنم که همیشه خونه بودم، بهم زنگ زدن دعوتم کردم به یه کاری. خب این که گفتی شخصی بود. بله. ولی این موضوع در سینما وجود داره تا حدی. بله. 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 خب از سریالایی که کار کردی کدوم‌ها رو مردم خیلی دوست داشتن؟ فکر میکنم مدینه رو خیلی دوست داشتن مردم. اگه اشتباه نکنم. مدینه. خیلی به مدینه واکنش خوبی نشون دادن مردم. یعنی آدم خودش متوجه میشه. بله. بله. خیابون خیلی. با کارگردانه جوون هم کار میکنی؟ بله. و الان مشغول کاری هستی؟ الان نه. نه. فعلا مشغول کاری نیستم. دارم سعی میکنم که یه فیلم نامه بنویسم. دارم بنویسی. رو اون کار میکنم. بله. دیگه الان در واقع یه جور برام سرگرمیه. دارم سعی میکنم ببینم اگه خوب شد حالا یه جا استفاده بشه. الان عاشقی؟ الان نمیدونی هنوز؟ ازدواج نمیکنی؟ فعلا قصدشو ندارم. قصد ندارم. خب فیلم زیاد میبینی ولی کتاب کم میخونی؟ بله، من کتاب کم میخونم به دلیل اینکه کتاب مطالعاتم شلخته و پراکنده است. مثلا راجب یه موضوعی یهو برام سوال میشه، میرم تو اینترنت راجبش میخونم، مقاله میخونم، بعد تموم میشه. مثلا یه 20 دقیقه یهو یه چیزی راجب یه موضوع پرتی میخونم، فرداش راجب یه چیزی متمرکز نمیشم رو کتاب مثلا یه موضوع خاص. یکم تنبلیه. بله. آره. بله بله. به کتاب روانشناسی علاقه دارم. چیزی هست که بخوای بگی؟ اینو گفتم چیزی نگفتی. چیزی هست که خودت بخوای بگی من نپرسیده باشم راجب این حرفه، راجب هر مسئله درد دلی اگر داری؟ چیزی که بخوام بگم راستش نه، الان به ذهنم میرسه که فقط من فکر میکنم ما در کشورهای در حال توسعه همونقدر که به آب و غذا و اکسیژن نیاز داریم به احترام نیاز داریم و فقط امیدوارم که یه ذره هممون به همه چیز هم بیشتر احترام بذاریم. فکر میکنم الان فرصت خوبی بود اینو بگم چون چیزیه که خیلی اذیتم میکنه، یعنی بی احترامی چه در خیابون چه در رانندگی، راه ندادن، بوق زدن، عصبانیت‌های بی خودی، فضای مجازی، فحش دادن ها، همه اینا فکر میکنم که این اگه درست شد خیلی همه چی درست شد. فضای مجازی؟ دیگه بله، یعنی یکی از سرگرمیام هست. تعریفت از عشق چیه؟ عشق آقای مدیری یک اتفاق بزرگ درونیه که خیلی با کلمه، یعنی این همه سال فیلم و آهنگ و شعر و اینا نتونستن هنوز توصیفش کنن و یک اتفاق درونیه که
نمیشه توضیحش داد، یعنی سخت‌ترین سوال دنیا رو از من پرسیدین الان. الان یه اتفاق درونی توت هست؟ چجوری بپرسم دیگه؟ الان چیزی هست که نشه توضیحش داد؟ نمیگه همیشه چیزی هست که نشه توضیحش داد. خیلی خوب. و عاشق کارهای خطرناک و پریدن از بلندی و بله فشفشه و نای. بله کارهای خطرناک زیاد میکنم، کارهای خطرناکی که مثلا به لحاظ جسمانی خطر مرگ و اینا. بانجی جامپینگ، پاراگلایدر، ورزش های آبی عجیب غریب و اینا خیلی دوست دارم. اصلا تفریح و لذت رو تو اون چیزا میبینم من. هیجان انگیز، هیجان، بله، آدرنالین ترشح کنم. خب خطرات خودش هم داره دیگه، نه؟ بله، من همیشه مادرم خیلی نگرانم بابت این موضوع. هر جایی که میخوام برم و اینا، اصلا خونه میخوام برم بیرون، از من سوال میکنن که مثلا کجا کار خاصی میخوای انجام بدیم. بعد توضیح میدم خیلی خیلی خطرناکه آخه. یه مثلا کش میبندین به پاتون، مثلا 400 متر میرین دم زمین وای میسین اینجوری. بله. چه کاری اصلا؟ خیلی لذت بخشه تجربه کنین واقعا. باز دوستای تکرار تشکر میکنم من. خودت رو به چه شیئی تشبیه میکنی؟ به چه شیئی؟ بالش. بالش؟ بله. چرا؟ چون که من خیلی دوست دارم بخوابم و بالش خیلی چیز صمیمیه برای من. چه چیزی رو در تو باید تحمل کرد؟ یعنی کسی که کنارمه چه چیزی رو تحمل میکنه؟ چه چیزی اذیت میکنه از تو دیگران رو؟ همین مودی بودن همه فکر میکنم، ولی بدرفتاری با کسی مطلقاً نمیکنم. تو خودم هم یه روزایی و آدم ها همش براشون سوال میشه که نکنه مثلا من کاری کردم و یه روزایی تو خودم هم، ولی مطلقاً بدرفتاری یا عصبانیتی با کسی ندارم. و این فهم کنم یه ذره غیر قابل تحمل میشه گاهی که مثلا یهو چش شدین. سوالی که از همه میپرسم، احساس خوشبختی داری عمیقا؟ گاهی بله، همیشه نه، ولی گاهی عمیقا احساس خوشبختی میکنم. اون گاهی رو میتونی بگی کیه؟ به چیزی میخواین برسیم؟ نه نه نه. گاهی بله، یه موقعی هست که به خودم یادآور میشم که تنم سلامته، سایه پدر مادرم بالا سرمه، دوستای خوبی دارم، در شغلم موفقم و کاریو که دوست دارم دارم انجام میدم. مهمترینش اینه که آدم کاری رو که دوست داره انجام بده و من این کار رو، اینو دارم، این نعمت رو. کاری رو که دوست داره انجام بده، بله، این خیلی مهمه. و سوالم تموم شد. عاشقی؟ یه اینجوری کن، کاریت ندارم، اصلا کلامم نگو، با سر اینجوری کنی تموم، خداحافظی میکنی. من دوست ندارم از کنار شما خداحافظی کنم. قربونت برم. لطف دارین. نه، اگه کاش وقت داشتیم بیشتر حرف میزدیم، ولی یه اینجوری کنی تموم. میگم بعدش به موضوع دوره همی چی میدی. یه اینجوری عاشقی؟ حالا واسه همون مفصل بگو. کی، کجا، چجوری؟ من برای موزه دوره همی. خب وضعیتت نمی کنم. به موزه ما چی میدی؟ من خیلی چالش بزرگی بود چی بیارم برای موزه. توی خونه دیروز نشسته بودم، من یکی از دوستان تولد 2-3 سال پیش صورتمو نقاشی کرده بود، به دیوار اتاقم بود. گفتم شاید جالب باشه برای موزتون، اونو از اتاق برداشتم تقدیم شما کنم. خیلی هم با ارزشه. متشکرم. 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 خیلی ممنون که آمدی. آرزوی سلامتی دارم اول. و درخشش مدام برات بیشتر از همیشه، مدام جلوتر و بهتر. و با آرزوهای خیلی خوب. لطف دارین، محبت دارین. من خیلی از شما ممنونم. به نظرم طنز
پست مدرن رو شما آوردین در ایران. خیلی ممنون. و من از طرفداراتونم تکرار میکنم و انشالله که شما هم همینطوری با قدرت ادامه بدید. خیلی ممنون. متشکرم که اومدید. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.